چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه ویدیو آموزشی دیگه. قبل از اینکه بریم شروع کنیم ازتون یه سوال دارم. قدیما من میومدم میگفتم سلام چطورید؟ الان میام میگم فقط سلام چطورید؟ به نظرتون کدومش بهتر میاد؟ چون بین من و دوستم یه ذره اختلاف نظر پیش اومده. اون دیگه بگو سلام من میگم خب اوکی سلام. اگر نظر متفاوت تری دارید یا اینکه بین این کدوم از این دوتا کدومش بهتره، لطفا برای من کامنت بذارید، به ما کمک کنید، ممنون میشم. بریم که ببینیم. خب بچه ها، برای ویدیوی امروز به این کشای حالت چرگیس بهش میگن احتیاج داریم و نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه که وقتی از این کشا استفاده میکنید یه دفعه بعد از چند ساعت میگه تق و پاره میشه و اون کاری که تو ما کردید اون وسط ها ممکنه باز بشه یا خراب بشه. برای جلوگیری از این حالت میتونید بنا به ضخامت اون کشای، حالا اینا یه ذره ضخیم‌تره، خب از دو تا استفاده کنید که یه ذره مطمئن‌تر بشه، یا اینکه از این کشای اینجوری کوچولو مانند استفاده کنید، هر جوری که براتون راحت‌تره و فکر می‌کنید موهاتون رو محکم‌تر نگه می‌داره انتخاب کنید. از اینجای گوش موها رو اینجوری جمع میکنیم، یعنی در واقع یه دونه خط اینجوری باز میکنیم. ببینید، حالا من که خب با همین ناخنام عادت دارم سریع اینجوری باز میکنم، شما اگر که نتونستید میتونید از شونه های دنباریک استفاده کنید برای اینکه این خطتون با این خطتون کاملا قرینه باشه. ببینید اگه هم مثل من میخواید با ناخون امتحان کنید که ناخونش هست و اینجوری میذارید و اینجوری اصلش میکنید به هم دیگه و کاملا ببینید قرینه در میاد. خب چیزی که توی این مدل مو مهمه این که موها حسابی اینجوری صاف و کشیده باشه و ترتمیز باشه. برای این حالت میتونید از موس تا حواستون باشه تو چشتون نزنید و یا اینکه ژل مو استفاده کنید که حسابی اینجا مو بچسب به کف سرتون. دسته دوم هم اینقدر رو جدا میکنم. بچه اگر که موهای کم پشتی دارید میتونید 3-4 سانت پایین 3-4 سانت ریشه موهاتون رو با ویوش کنید، خیلی تاثیر داره. اینکه موها یه دفعه حجم پیدا میکنه، ولی همون 3-4 سانت ریشه شو که اون ویوا خیلی مشخص نباشه توی موهاتون دیگه. اینم که موچتری های منه. خب از این بالا شروع میکنید، مو رو به دو دسته تقسیم میکنید و بافت تنابی میزنید. من اینو یه ذره با واکس مو کنمش قاطی موهامین چسری آره که اذیت نکنه. می‌بینید که برم می‌تره پایین‌تر. خب به دو دسته تقسیم می‌کنیم و شروع می‌کنیم بافت تنابی زدن. بافت تنابی هم داخل یه ویدیوی دیگه هم حسابی توضیح دادم بهتون، ولی حالا باز براتون مختصر توضیح میدم.
دو تا دسته مو رو به یه سمت، به سمت مثلا چپ یا راست میتابنید، بعد به سمت مخالف همدیگه از روی همدیگه ردشون کنید. یعنی من دارم اینو این طرفی مو رو در جای خودش این طرفی میتابونم، ولی از اون طرفی مو رو رد میکنم که اینجوری بافت تنابی بشه. اگر که این کار رو اشتباه انجام بدید، وقتی که اینجا مو رو پایینش رو با کش میبندید، اینجوری خودش لول میخوره باز میشه، بر همین متوجه میشید که اشتباه بافتید. خیلی پایینش رو صفر نبندید، چون الان میخواید اینجوری مو رو بکشید بتونید کش بیاد مو یه ذره. خب از این بالا شروع میکنید یه ذره به مو حجم دادن، کار رو آروم آروم بکنید، یه دفعه مو کشیده نشه بعد دیگه نمیتونید حالش بدید برای سر جاش مثل این. حالا این پایین موهش کار ندید. برین کشه همجور داره میره پایین، چون هی از بالا مو رو میکشیم دیگه، برای همین حواستون باشه دستتون این پایین مو بگیرید حتما. الان من دیگه بعد کش رو دوباره سر بالاتر ببندم، کامل رفت تا پایین، میاریم مو رو جلو به سمت صورت و برش میگردونیم اینجوری و از داخل گیره میزنیم که محکم سر جاش وایسه. خب میبینید دیگه اینجا الان محکمش کردم با گیره، دیگه ادامه اینو الان کار ندارم، میذارمش پایین. این دسته دومو شروع میکنم دوباره همونجوری بافت تنابی زدم. خب حالا پایین موها رو میتونیم با اتوی مو یه مقدار بهشون حالت بدیم و فرشون کنیم. بچه ها فر کردن با اتوی مو آینه کو مدلای مختلفی داره که هر وری که دستتون رو بگیرید یا که حالتش رو عوض کنید نوع فرتون تغییر میکنه. حالا اصلا اگر که کلن کار کردن و فر کردن با اتو رو بلد نیستید، برای من کامنت بذارید که من براتون اینم آموزش بدم. در غیر این صورت فعلا حالا اینو داشته باشید که اینجوری کتاب بدید مو رو دور و تو فر میشه. هر سوالی داشتید در این زمینه برای من کامنت بذارید. اگر که میخواد یه ذره این پایین موهاتون حجمش بیشتر باشه، یه مقدار این از داخل زیر موها رو پوش بدید. خب بچه ها اینم از مدل موی امروز، امیدوارم که دوست داشته باشید. به این مدل مو یه مقدار از این مدل سایه هایی که دم چشم و تیره میکنن و کشیده تر میشه میاد. حالا من سریع میرم میکاپشو میگیرم، عکساشو برای شما میذارم. امیدوارم که این مدل رو دوست داشته باشید و بتونید موهاتون رو اینجوری درست کنید. حتما برای دوستاتون بفرستید تا اونا هم یاد بگیرن. من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. خدافظ.